دوستان عزیز سلام، امروز شنبه 11 دی ماه و اولین روز سال 2022 میلادی را آغاز میکنیم. جا داره که تبریک بگیم به هموطنان ارمنی خودمون که خب چند روز پیش کلیپی هم گذاشتم از شب کریسمس در محله جولفا که واقعا این چند شب خیلی شلوغ بود و دقیقا حس و حال سال نو اونجا جریان داشت. امیدوارم که همه دوستان توی این سال جدید میلادی موفق باشن و در حال اتفاقات خوبی هم توی بازارهای مالی برای عزیزان بیفته. هفته گذشته بورس بهترین عملکرد را بین بازارهای مالی داشت، 2.8% رشد داشتیم در بورس. طلا 2% افت داشت و جالبتر از همه این که همینجور که مشاهده میکنین سکه 1.5% اومد بالا. خب سکه معمولا خیلی مرتبط با طلا هستش و انتظار داریم که وقتی که طلا اینجوری میاد 2% پایین سکه هم بیاد پایین. البته طلا به صورت جهانی این کاهش را داشت و این نشون دهنده این هستش که سکه یک بازار داخلی داره، یعنی یه بورس داخلی داره که سرمایه گذاران هنوز علاقمند هستن که در این بازار سرمایه گذاری کنن و عرضه و تقاضا به نوعی بازارش و قیمت رو تعیین میکنه، نه قیمت طلا. یعنی اینقدر تقاضا زیاد بوده در بازار که حتی این 2% منفی طلا خیلی تأثیر روی خرید روند سکه در بازار نداشته و خب این حالا نشونه خوبی برای بازار سرمایه نیست، به خاطر اینکه به نوعی نشون میده که خیلی از پولها داره به سمت سکه میره و خریداران خیلی توجهی به قیمت طلا هم ندارن. این که دلار ثابت بود خیلی فرق نکرد، یورو 6.5% ما پایین. در حال بهترین عملکرد رو برای دومین هفته پیاپی بورس داشت. همچنین میدونید هفته قبلترش هم این اتفاق افتاد و بورس رتبه اول را داشت. دیروز بعد از ظهر یک نشست خبری آقای رئیسی داشتن در قم با مطبوعات و رسانه‌های قم که توی این نشست اشاره شده به بورس و عرضم خدمتون صحبتی که ایشون داشتن این بوده که نباید کار در زمینه بورس رها شود و خب خود این جمله خوبی هستش. امیدوارم که واقعا یه فکر بکنن که ثبات برقرار بشه. یعنی حالا ما دوست داریم که بورس روند خودش و مسیر خودش رو بره و قانونگذاران فقط قوانین رو وضع بکنن، هدایت بکنن، دخالت هم نکنن در بازار که این واقعا هزینه خودش را راه خودش رو بتونه دنبال بکنه. بازشون اشاره کردن هزینه رو در دولت زیاد نکردیم اما درآمد رو افزایش داشتیم و کنترل تورم و سیر نزولی تورم هم در دستور کار هستش. حالا باید واقعا ببینیم که این صحبت‌ها تا چه اندازه به نتیجه میرسه و به واقعیت میپیونده. آیا چقدر جنبه شعاری داره یا اینکه واقعا ایشون توانایی این قضیه داره که این قول‌ها را و قول‌هایی که قبلا داده را به نتیجه برسونه. امیدواریم که واقعا به نتیجه برسه. خب امروز بچه ها برخلاف همه این صحبت هایی که دیدیم دیروز آقای رئیسی داشت و اتفاقی که این هفته ما مایل بودیم بیفته، یعنی خیلی علاقمند بودیم که هفته قوی شروع بشه تا بتونه به اصطلاح بشکنه اون نیمه بالای جدول ما را، نمودار ما را ببینید، کانال ما را ببخشید. ما هفته گذشته رسیدیم به اصطلاح حد بالایی کانال، یعنی به خط مقاومت کانال که خب خط مقاومت کانال خط مقاومت ابر کومو هم هست. گفتیم اگر که بتونه با قدرت خوبی مانند هم اتفاقی که اول ماه افتاد، یعنی اول دی ماه با یک کندل های سبز اینجوری شکونده اومد بالا، بشکنه و بیفته بالای ابر کومو، انتظار داریم که یک روند صعودی را در بورس ببینیم که خب متاسفانه بعد از اینکه حالا یه دو روزی درجا زد اینجا، امروز با یک کندل قرمزی مقداری اومد پایین. البته خب
هنوز هم نمیشه گفتش که قطعا میاد به سطح حمایتی خودش میخوره، یعنی حدود 1,300,000 میرسه، ولی میتونیم انتظار نوسان در همون محدوده رو باز داشته باشیم. یعنی من فکر کنم که یه مقداری هنوز حالا یا حمایت نمیشه یا اینکه اعتماد نمیشه یا بالاخره بازار بهتری سراغ دارن حقیقی ها، هنوز بر نگشتن دیگه به بازار، و تا وقتی اونها به این روند بخواد ادامه بدن خب ما در این محدوده خواهیم موند و اون مقاومته که سخت داره، خیلی سرسخت شده این مقاومت متاسفانه. ببینید فقط هم اینجا نیست، ببینید یه بار اینجا، یعنی اواسط برج 7، یه بار اینجا اواسط برج 8، و یه بارم اینجا الان اواسط برج 10 ما به این مقاومت برخورد کردیم و هیچ کدام از این برخوردها منجر به شکستن این خط مقاومت و بالا رفتن فعلا نشده. امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته. آیا اواسط برج 11 این اتفاق خواهد افتاد یا زودتر یا دیرتر؟ در حال زمانی که این اتفاق بیفته ما شاهد یک رشد خوبی خواهیم بود. فعلا بستی منتظر باشیم تا ببینیم این صفای فشرده فروش تا کی میتونه فروکش بکنه. 378 میلیارد تومان در برابر 113 میلیارد، یعنی حدود 3 برابر، بیش از 3 برابر صفای خرید امروز ارزش صفای فروش اون بوده در ساعت 9:40 صبح. و بعد اینجا من که نگاه بکنیم از نظر تعدادی هم حدود 40 نماد در صف خرید، فکر کنم 2-3 نمادم 3 نمادم تو آستانه صف خرید، 42-3 نماد جمعاً رو هم، و صفای فروشمون هنوز خیلی بیشتره، حدوداً 100 تا نماد تو صف فروش، و در آستانه صف فروشمون هم که میبینید حدود 30 نماد هستش، 130 تا اینجا تقریبا اینجا هم همینجوری، یعنی بیش از 3 برابر ما تعدادی هم همینجوری، یعنی هم از نظر ارزش به اصطلاح مالی هم از نظر تعداد صف فروشیامون امروز 3 برابر و بیش از 3 برابر صف خریدی ها بودند. خب امیدواریم که این روزها هم بالاخره تغییر کنه. 2 هفته گذشته خب هفته خوبی بود، هم هفته قبل هم قبل ترش، این هفته خوب شروع نکرد، حالا هنوز میشه راجعش قضاوت کرد قطعا، ما 4 روز کاری دیگه مونده، خب ببینیم چه اتفاقی میفته. 57 نماد موز مثبت بودن در برابر 267 نمادی که بیش از 3% امروز منفی خوردن. حتی 57 نماد بیش از 3% مثبت خورده بودن. 460 میلیارد مجدداً از بازار خارج شد و خب امروز دیدید که در حال حقوقی ها چون در سقف هم قرار داشتیم بازار رو سبز نکردن و همه رو در منفی خریدن. نمادهای خودرو خپارس، خسابا، برکت، فولاد، فملی، شبندر، فرابورس و جهان، گدنا، مدیریت، توسن، چخزر، تلیسه پرتراکنش ترین نمادهای امروز بودن و متاسفانه مجدداً ارزش کل معاملات اومد در کانال 2000 میلیارد تومان 2500 میلیارد تومان. تقریبا میشه گفتش که ما 2 هفته این وضعیت رو نداشتیم، این 2 هفته ما حتی 1 روزش هم به 4000 میلیارد رسیدیم، بقیهش اون وسط کانال 3000 بود، 3600 3700 3300، ولی خب امروز میبینید که چه اتفاقی افتاد. و خب البته اینم در نظر بگیرید که به این نقطه بالایی رسیدیم، یعنی به مقاومت رسیدیم، یعنی اون جایی که این 10 روزه که میبینید کف بود، از کف خب مشخصا حقوقی ها میخریدن اینجا قیمت ها، و خب اینجا حقوقی ها هم دیگه خرید نمی کنن، حقیقی ها هم که خرید نمی کنن، حقوقی ها در منفی می خرن دیگه، در مثبت خرید نمی کنن، چون که خب با قیمت پایین تری راحت تر می تونن
خریدشون رو انجام بدن. اینا در نظر داشته باشین که خیلی غیر منطقی نیستش این قضیه. تمام شاخص سازا امروز تاثیر منفی، فارس، فولاد، شبتیس، نوری، کچاد و قدیر. خودرو رو نگاه کنید، طرف آریا به پاس، زاگرس، قسینو، شاوان، شگویا، فقط فجهان بود که امروز کمی شاخص را مثبتش کرد. خب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد داره که وعده های بورسی محقق نشده. منظور آقای علی محسن علیزاده اون وعده هایی هستش که خب در ابتدا وزیر اقتصاد و رئیس جمهور دادند، حالا در زمان انتخابات و حالا بعد از اینکه اومدند و رأی اعتماد گرفتند و بر مسند کار قرار گرفتند، ایشون میگه که وزیر اقتصاد رئیس جمهور تا به امروز برای بازار سرمایه بورس وعده هاشو محقق نشده. هرچند رویکردهای ایشان در ابتدای شروع به کار دولت و شروع کار هیئت مدیره جدید خوب بوده، اما تا زمانی که اثر خود را نشان ندهد نمیتوانند مثمر ثمر باشد. بازشون گفته وعده های خوب شنیدیم، تصمیمات خوبی هم گرفته شده، ولی اتفاقی رخ نداده و خب حالا در حال یه شکایتی به این قضیه دارند. و حالا در حال صحبت جالبی کرده و گفته که بازار سرمایه به تزریق اعتماد نیاز دارد. خب این روزها همش صحبت از تزریق پول میشه در صندوق توسعه ملی و خب قطعا اون پولی که اعتماد نتونه به دنبالش داشته باشه هم فایده نداره. قضیه اینجا هستش که این مهمتره، یعنی اگر که این پوله به تزریق اعتماد به انجامه خب تزریقش خوبه، وگر نه خیلی نبایستی براش مثلا چشمنداز بزرگی را پیش بینی بکنیم. و خب ایشون هم به درستی به این قضیه اشاره کرده. همچنین آقای سماواتی، کارشناس ارشد حقوقی مالی و کارشناس بازار سرمایه، ابراز نگرانی کرده از رویکرد تنبیهی که در پیشنویس قانون جدید الحاقیه به صلاح بازار سرمایه داره میاد و به نوعیشون گفته که این به صلاح این به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه را نداره و در حال یک نگاه تنبیهی خیلی زیادی تو این قانون وجود داره. البته خب ما قانون رو فعلا نخوندیم و پیشنویسش اومده توی مجلس، به نوعی داره بررسی میشه تا ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدواریم که واقعا مثمر ثمر و مفید باشه. در حال ایشون خیلی مثل این که به این قضیه خوشبین نیستند. البته خب تا قانون تصویب نهایی نشه ما هیچ وقت نمیتونیم راجعش اظهار نظر کنیم، فعلا یک پیشنویس. خب دیگه اینجا دیگه آبیه داره حذف میشه. نگاه بکنید آبیه رو نسبت به این نارنجیه، یعنی امروز میشه گفته که فقط مثل اینکه حقوقی ها فعال بودن توی بازار و میخریدن و حقیقی ها فقط فروختن، هیچی نخریدن حقیقی ها. 460 میلیارد توسط افراد حقیقی از بازار خارج شده و به نوعی خریدشون هم که میبینید خب قطعا تمام گروه هم در دست حقوقی ها هستش. تاباد و آذر، کیسون، گنگین و وپسا، یه 3-4 تا نماد که خب 3 تاش توی ساباد بود، یعنی که بخشید 3 آباد، یعنی ساباد و آذر و کیسون 3 تاش هم توی انبوه سازی ها بوده، خیلی هم کم بوده. حالا مقدار رو ببینیم، مثلا مقدارش 3 هستش، حالا در برابر مثلا فامیلی که حقوقی رو خریدن 32، فولاد مثلا 33، 10 برابر مثلا اینی که الان میبینیم حقیقی ها امروز بهش علاقه نشون دادن. حقوقی ها فقط فامیلی خریدن، یعنی ارزش فامیلی که حقوقی ها خریدن از کل اینا
جمع کل نمادها اینجا 26 بوده، بعد ارزش فامیلی فقط 32 بوده، فولاد 33 بوده. ببینین به تنهایی از کل خریدی که حقیقی ها امروز در بازار کردن، یه دونه فولاد و بیشتر اوقی ها خریدن. و خب این نشوندنده ای هستش که فعلا در بالاترین نقطه کانال حقیقی ها خیلی دارن احتیاط میکنن. عرضه املاک مازار دولت به زودی در بورس کالا میخوان این املاک رو بذارن برای فروش. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور این را خبر داده که این املاک مازاد قراره به زودی در بورس به فروش بره. خب البته این هم باز خبر خوبی برای بورس نیست، به خاطر اینکه مثلا همون اوراق قرضه میمونه دیگه، یعنی یه جوری نقدینگی رو جذب میکنه، یعنی یه پولی که میتونه مثلا بازار وارد بازار سرمایه بشه از این جوجه ها میره بیرون. خب اینجا خیلی جالبه که میبینید چقدر امروز ارزش خرید اومده پایین. البته خب خودرو برای چندمین روز متوالی امروز بیشترین به اصطلاح ارزش معاملاتی و خرید را داشته. همچنین خگستر هم امروز بعد از خودرو رتبه بعدی را داره. فولاد به همین صورت، فولاد هم برای چندمین روز پیاپی اینجا هستش. فامیلی هم امروز به این جمع رسیده و شبندر، ولی در کل در حال 2500 خیلی نسبت به روزهای گذشته می‌بینیم که این قسمت کم شده. قسمت نمودار قشنگ مشخصه که متاسفانه ارزش معاملات کاهشی بوده امروز. عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفته وظیفه بودجه حمایت از بازار نیست. و خب یه جورای آب پاکی ریخته رو دست همه دیگه، بود آقا اینقدر نگیم بودجه میخواییم. احتمالا داره اشاره میکنه به همون بودجه‌ای که برای به اصطلاح صندوق حمایتی از بورس نیاز هست. دیشون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه که آقا بودجه وجود نداره و به جای این حرفا برین دنبال یه اقتصاددار جسور بگردید که سازمان بورس بهش سپرده بشه. حالا نمیدونم اقتصاددان جسور کجا هست، کجا میشه پیدا کرد؟ آخه این کشور ربطی به جسارت نداره، یعنی حالا هر کسی بیاد اینجا با این خرابکاری هایی که بالاخره وزیر وزرا و مقامات و مسئولین اینا کردند کارا به اینجا رسوندن. فعلی هم یعنی وزیرای جدید هم خیلی دست کمی از قبلی ها ندارند. یه نمونش همون وزیر راه و شهرسازی بود که خب تو روز معارفش فکر میکرد وزیر نفته، و حالا هم که بدون اینکه فکر بکنه بقیه دارن راجع بازار دستوری و چه می‌دونم قیمت‌های دستوری و فولاد و سیمان چی میگن، اومد یه باره گفتش آقا نه دیگه ما نمیذاریم غیر دستوری باشه و می‌خوایم دستوری کنیم کار رو. خب حالا هر چقدر اون بنده خدا جسور باشه، وقتی برخورد میکنه به همچین افرادی واقعا اون جسارته به چه درد میخوره؟ برونیک و آذر، کترام و قدیر، قشکر، زمکسا، زماهان، زبینا و تلیسه امروز الگو ساعت به جا گذاشته، یعنی زراعت و خدمات وابسته بود که فقط 4 نماد داشتن و بسیاری از گروه ها امروز نمادی نداشتن. اینم نمای پایانی هستش که خب واقعا میبینید همین زراعتی ها یه مقدار اینجا قرمز کم توشون میشه دید و یا قرمز ندارن. بقیه گروه ها معمولاً و قرمز هاشون خیلی بیشتر از سبز ها هستش. و پتروشیمی ها رو ببینید امروز قرمز زیاد داشتن. خودرویی ها با وجود اینکه امروز خودرو و خگستر بیشتر معامله شدن و تقریبا میشه گفتش معاملاتشون خوب بود، ولی خب تو منفی بیشتر معامله شدن، یعنی همون حقوقی ها در منفی خرید کردن و حالا قند و شکری ها یه دو سه تا نماد مثبت داخلش هست، قرمز کمتر دیده میشه، ولی بقیه نمادها این حالت را ندارن. بریم ببینیم که اندیکاتورها به چه صورت هستن. خب مومنتوم به سمت پایین حرکت کرده بود، یه مقدار اومده پایین، امروز شیب بیشتری گرفته به سمت پایین، ولی وضعیت آرون هنوز
خوبه، هنوز نارنجی بالاتر از آبیه. اینجا هم میبینیم که روی مکدی کوتاه شد به صلاح و احتمال داره که فردا هم میله ها کوچیکتر بشه و این برگرده به سمت پایین. یعنی ما یه حرکت این آبی و قرمز رو نگاه بکنید، ما یه حرکت اینجوری انتظار داشتیم که وقتی که از اول ماه شروع میکنه یا اینجوری بیاد بالا و اتفاقی که افتاد تا برج 6، یعنی از اول برج 3 تا اول برج 6 تو 2 ماه رسید، چه حرکت خوبی داشت که خب متاسفانه اینجوری انگار داره سرش برمیگرد. حتی هنوزم معلوم نیست. اینجا هم نگاه کنید یه بار این اتفاق افتاد، یعنی اوایل برج 4 رو نگاه بکنید، این اومده و پایین سرش داشت برمیگشت سمت پایین، اینا کوتاه‌تر شدن، حتی ولی یهوی دوره اینجوری رفت بالا. این احتمال هم وجود داره، ولی خب بیشتر الان به نظر مثل که اینجوری میخواد بشه، یعنی این اتفاق بیفته که خب اون موقع اتفاق جالبی نخواهد بود. هنوز نمیشه راجش قضاوت کرد. در حال RSI هم امروز اون دوتا خطی که افتاده بودن روی هم و خب خیلی خوب بود این وضعیت، امروز اینجوری اومد پایین، ولی خب این هنوز معلوم نیست. ببین شاید مثل اینجا بخوره و دوباره برگرده بالا. یعنی برج 4 هم این قضیه رو داشتیم، برج 3 و 4 هم این 2-3 مرتبه اومده مجدد برگشته بالا. اگر این حالت پیش بیاد و بیاد تا این پایین، خب موقع متاسفانه بس تا کف کانال رو دوباره بیایم و بعد برگردیم بالا. وضعیت برای شاخص هموز هم تقریبا همین جور هستش، خیلی فرق نمی کنه. و عرض کنم خدمتتون که فعلا که به این منوال داره ادامه پیدا میکنه، سکه هنوز در همون کانال 13 میلیون تومان داره سیر میکنه. و بریم سراغ بازار ارزهای دیجیتالی که اینا هم خیلی قدرتی نداشتن توی این چند روز و بیت کوین مجدداً نسبت به روز قبل که ما صحبت کردیم راجعش مقداری اومد پایین‌تر، موقع در 47,000 دلار بود، 48,000 دلار بود، الان حتی رسید به 46,000 دلار، ولی امروز دوره 1,000 دلار اومده بالا، به 45,900 هم رسیده، حتی زیر 46 هم، ولی خب امروز جبران کرده و از این ریالیش هفته خیلی فرق نکرده. هفته پیش تو همین کانال 1,400,000 بود و هنوز هم در همون کانال. اتریوم 112 میلیون هستش، تتر 30,210 تومان داره معامله میشه و اینجا میبینیم که خب نسبت به دیروز، البته همه اینا سبز هستش، نسبت به هفته گذشته قطعا قرمز میتونن باشن، ولی بیت کوین کش هم میبینید که تو هم رنج 13 میلیون مونده، ترون 2,290 تومان داره معامله میشه و این بازار هم هنوز منتظر حرکت بیت کوینه که ببینیم آیا واقعا بیت کوین میتونه بیاد برسه به سقف قبلی خودش و یا بالاتر، که خب شاید 2-3 ماهی وقت ببره با توجه به تعطیلات سال نو میلادی و ژانویه. شاید چند روزی بازار به همین روال آرام پیش بره تا مردم برگردن سر کاراشون، چون همه دیگه توی تعطیلات هستن، یه جورایی مثل عید نوروز ما میمونه دیگه، اونجا الانه کلن تعطیله و خیلی شاید نباسه انتظاری داشته باشیم. ممنونم که توجه کردیم به این برنامه، امیدوارم که در طول هفته گزارش های بهتری را بتونیم برای شما عزیزان داشته باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما باشه.